درود میگویم به شما بیننده های عزیز شبکه سفینه، چون همیشگی این وقت و ساعت رسیدیم به دیدار هم دیگر. این برنامه بلذت ترین تلویزیونی سفینه، یعنی لذیذ با جمشید است و میمون نوبتی ما هستند، هنرپیشه مردمی تاجیکستان، پروفسور قربانی صابر. سلام علیکم. سلام علیکم. من در روز انتظار بودم شما رو. من میخواستم که با شما یک خوب برنامه خوبی داشته باشیم و یک خوراکی بسیار لذیذ آماده کنید. در آغاز شما یک امکانیت خوبی دارید که یک سلام خود را رسانید به بیننده های شبکه سفینه. درود بر همتان. پروردگار یعنی شما را پیروز و روسرخ و سربلند دیدند همه زمان آرزوی من است. خداوند همه وقت در پشت پناه باشه، در پشت پناه هممون و بلاها دور. سلامت باشن. من خواهش میکنم نزدیکتر شوید و بگویید که امروز کدام خوراک رو آماده میکنید شما، من کمک میکنم به شما و کدام محصولات میرود. علاقه بیننده ها فکر میکنم که دیدن چی است و خوبتر میشود که شما خودتون بگویید کدام خوراک است، چی نام دارد و کدام محصولات. من احتمالاً من میگم که نام خوراک یکم دیرتر اعلان خواهیم کرد، اما اول نخست حتما روغن برای مادر کار است، گوشت، خب، جیگر، خیر، پیاز، کارتوشکا، خب دیگه قلمفور بلغاری، قلمفور بلغاری، پمیدار و بادرینگ برای و سبزیجات هم که بله کبدی های تر و تازه ای تاجیکستان که هم در تمامی فصل هست. بله آفرین. خیلی خوب. و اینچنین خاکه های خوشبو کننده. خاکه های خوشبو کننده. دوستان عزیز، امروز خوراکی آماده میکنند، بعدتر گفتند که نامش رو میگویند قربانی صابر. و دوستان بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم و شروع میکنیم به آماده کردنی خوراک عنیقترش. قربانی صابر آماده میکنند، من فقط کمک میرسم. مرام را باشید. زنده باشید. من گفتم که به شما کمک میکنم، شما بله پیاز مرحمت. پیاز زیرا اکنون گفتیم که خب گوشت و پیاز یکی از محصولات اولین است که واردی دکمون می شود. بله. خیلی خوب. اول احتمال روغن و دیگه انداختن در اول. خب بله. خیلی خوب. من فکر میکنم که کمکک برمختر نیست یا اینکه اندازیم، چون که ما علاقه خب سر وقت میتونیم باقی رسونده مایده کردن رو. من در خودم جواب منم دیم زیرا کمکک احتمال ما کمکک دیر بله. میکنم، اما حرکت میکنم. آماده کردن خوراک مثلا برای قربانی صابر، زیرا بعضی ها میگویند که بسیار دوست میدارم، راحت بخش است برای بعضی نفران، آروم میکند انمون روحیهشان رو با آماده کردن خوراک. بعضی ها برعکس التماس میگویند من همه کارو میکنم فقط آماده کردن خوراک رو نگویید. شما چیگونه هستید؟ برای من همه وقت مثلا در طول زندگیم یادم میاد که هیچ وقت یعنی وقتی خوراک پزی نداشتم. بله. همه وقت دنبال زندگی میدویدم، دنبال بچ و کچ و خانوادم. بله. اما کتبانوی خانه من همه زمان تقریبا هیچگاه من اجازت نمیدود که من سر سلامت باشم. سلامت باشم. چقدر اندازم شما گویید که بس است؟ من دیگر بس هست. بس این کمتر نیست؟ زیاد نشده باشد. آها فهمو فکر میکنم که زیاد نیست. خب علاقه دوستان عزیز، ما شروع کردیم و حرارت کمتر پستر میکنیم نسبتاً. آها. چون که ما علاقه سر وقت باید که آماده باشد گوشت و پیاز. احوالتان خوب است؟ خدا رو شکر احوالم خوب است. این شب روز خوب به چی کار مشغولید؟ من میگم که به سیمای من حالا نگاه کن جمشید جون. بله. و یعنی این ریش ناخواست نیست، ریش کاری است. سلام. و من در یک فیلم در همین شب و روز نقش آفری دارم که یک قسمش علاقه در ناحیه عینی و نوار گرفته شد و قسم دیگرش همین شب و روز احتمال بعد چند روز شروع میشد در بشه پلنگانی وطن عزیز در یعنی یک ولایت خطلو. ولایت خطلو. بله. بله. خیلی عالی. بله. و من خیلی با امیدم که این فیلم چرا شنیدم که همه بچه های بسیار یکچینی هنرپیشه های خوب مملکت اونجا نقش آفرینی میکنن، خیلی با امیدیم که این فیلم فیلمی خوبی میشه، دوست داشتنی برای مردم. خیلی خوب. من فکر میکنم که خب توندم که کارگردان ما رو نمیبیند نمیفهمد و کما که میگوید که مثلا سخن اطراف چی میرود و تمام اصلا فیلم رو بله اصلا سخن
از آغاز تا انجام ما احتمال باید گویم که در عشق است. عشق، عشق واقعی انسانی میان دو جوانی که یعنی هر دوشون هم در زندگی یک کمی رهگم میزنند و عاقبت در این رهگمی ها خودشون را پیدا میکنند، عشقشون را پیدا میکنند. شما مثلا پیش از آغاز برنامه گفتیم که یک عموما طبیعت شما همین است که با کسی کار ندارید ولی شما نیز طلب میکنید که کسی با شما کار دارد. بله بله. خب یک سوال دیگر که برای چی چند نفری رو که از الان سوهای خودتون است که میپرسیم که خب اینی حال این شب روز بهترین هنرپیشه، بهترین اکتیوری توجیک کی است؟ اونها فرق ندارد از با شما آشنا هستند نیستند، میگویم که قربانی صبیر. اینا شما مطمئنی؟ مطمئنو نگفتم میتوانم. چند نفری که من خب با قبل پرسیش گذاروندم. باعث افتخار و هر کس میسر نمیگردد و چگونه است؟ وای این جامعه را پوشیدن در این جامعه را در تن داشتن. اصلا اول باید همین احتمال قید کنم که به همه آنهایی که دروغ نگفتن و ریاکارانه نگفتن این گپه تشکر میگم، اگر این صمیمی باشد. بله. و چرا من خودم هم گاه هم میشنم خیلی سخت میرسه، میگوی آخ خدا من چی کار کردم؟ مثلا البته کار کردم، اما این چی افتخار است که در این با این جامعه مرا میپوشانن و این باعث افتخار است و دردش هم زیادتر است آخه. یعنی مسئولیتش نیز بله. زیاد است. مسئولیتش از حد زیاد دوشوار است. وقتی که شخص میدوند که اون رو بهترین میدونند، بله. بهترین بله. میخونند بله. و باید که شما کوشش کنید که انمون زینه بهترین. رو بله. 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 و این بسیار مشکل است. بسیار مشکل است. چرا من خوشبختانه جمشید جان از حساب بچه های دانشجو که نزد من خوندند خیلی زیادن و بچه های حرفه‌ای هن، یکچین همین مملکت هن و اونا اراده سخت میگیرن. بله. خیلی من مثلا اونایی که کمکک مثلا از دورترن، فاصله هست میان ما، ملایمتر اراده میگیرن. اما اما بخصوص خانوادم و شاگردام اراده نهایت سخت میگیرن. اگر فیلم سوست باشه یا کاری ما سوست باشه حتما ایرادشان سخت است و ما همه وقت هجومی بسیار سخت از طرف همونا انتظار میشم. بله بله بله. و همین هم درست هم هست اونا و میبینم که دروغ نمیگن، خیلی سخت میگن، خیلی سخت ایراد میگیرن. برخوردی قربانی صابر با مثلا کارگردان هایی که جوانند، خیلی جوانند و نگاهشون دیگرگونه است. وقتی که این نفران مثلا بسیار جوان هستند، شما مثلا فیلم در فیلم های اونها نقش میوفرید، خب حرمت احترام خیلی زیاد دارید و بعضا مثلا بعضی در بعضی پروسسی بناورگیری بعضی حالت هایی میشد که اکه قربان این خیل نه یخی، این خیل باید، این خیل باشد. خب چگونه قبول میکند قربانی صابر انمین حالت ها رو؟ درست است. این چیز زیرا نگاه نواست، نگاه خب دیگرگونه است. بله بله. به این نمیشد. نمیشد. به این نمیشد. این چیزا بودند مخصوصا با آنهایی که شاگرد خودم بله. هستند. بله. یعنی یک چیز تو یک نوع خیال میکنی که همین طور است. این بچه ها یک گونه دیگه میفهمند و بعد از تو طلب میکنند که این خیر. حتی گاه و گستاخانه میگن اون زمان ها گذشت. بله. شما عقیب موندین در سال های 60 هستی گذشته نباشین و من اکثرا قبول دارم. قبول دارم تا جایی که امکان داره قبول دارم، اما اگر گذشت که گاه ها بود که میگذراندم و بعد البته بسیار مؤدبانه در یک جای خلوت من ویارا لجام شونه کشیده میمونم که از خود نرو. یعنی بله. شاید برای داد و فریادت برای من شاید درست است، اما
برای... از حد زیاد نه. بله نگذران. بله. یعنی نگذران. بله. خیلی عالی. خیلی عالی. سلامت باشید. دوستان عزیز، اون افغانان که نو و کک با شبکه سفینه پیوستن، بار دیگر میگویم که شما برنامه لذیذ با جمشید رو تماشا دارید و مهمانی ما هستند. نفری که من فکر میکنم که اکثریت شما میدونید، میشناسید، از هنر و مهارتش واقف نیست هستید. اینم باشد. قربانی صابر است و خب ما امروز یک خوراک بسیار لذیذ آماده میکنیم. با خواهش خودی مهمونی ما گفتن که نه، بعدن ما این نامش رو میگویم و من نمیدونم راستی برای چی است این بعدن گفتن. شاید این یک نوع حمایه باشد یا اینکه نه، زیرا اگر خوراک با لذت بیاید خوب بیاید این نام رو میگذاریم، اگر اینش بیاید این نام رو من نمیدونم. نه نه، من در اختیار نام خوراک عنیق دقیقاً میدونم اما کمکک بیم. خیلی خوب، خیلی عالی. دوستان بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم و ادامه میابد برنامه ما. برو همراه باشید. چگونه است مثلا استعمال خوراک شما مثلا احساس کردید که خب اول کمکک اشتیاق زیادتر بود بعداً آهسته آهسته کمتر میشد، همین درست است یا نه؟ نه نه، مثلا میگم که هیچگاه این تغییر نمییابه. اگر آدم سالم باشه، اگر آدم اشتیاق داشته باشه، همه زمان، یعنی آدمی سالم نیاز داره به خوراکی سالم و همه زمان با مزه خوردن یک احساسی از همه شیرینی همه انسان هاست. بله. که با مزه چیزی میخواستگیش در بله. خیلی خوب، خیلی خوب. و اکنون خوب این بله، اون نفری که علاکای میدوند دوستو، اون نفر میدوند علاکای بینید که انا اون تجهیزاتی که باید ما کوبیم. مرحمت، شما میتونید کمک کوبید. دوستان گوش رو میده کردیم و توندمی که تو یک اندازه 5 یا 8 دقیقه بریون میشود، بعد از اون ما پیاز رو خوب میاندازیم. چیکار میکنیم؟ من جیگر رو میده میکنم. خب مهمونی ارجمندی ما، مهمونی همیشگی تلویزیونی سفینه، خب چیکار میکند با میده کردنی بلغوری؟ بیشتر خب بعد از این کسب اساسیتون، خب چی مثلا روحیه شما رو آروم میسازد، بلیده میسازد؟ مثلا کدوم شغل شاید مثلا مهربونی و انمون بازی با نبیره ها باشد، یا اینکه من نمیدونم خب روح گشتن باشد. بله، حالا من نرسیده بودم تو گفتی این علاقت. سلام باشد. یکی از شغل های دوست داشته ترین ایمه واقعا در همه زمان ها یعنی ورزشی اندک بود، یعنی ورزشی بسیار سخت نی. بله. ورزشی سبک. بله، یک زمان خیلی طولانی من والیبال بازی میکردم. خیلی یعنی خوب. خیلی خوب بود. بعد وقتای آخر که مثلا امکانیت نمیشه و گاه گاهی مجبوریم که مثلا از امکانیت خودمون استفاده بریم. برای همینم مثلا من صبح و شام قدم زنی را بهترین چیزی میدونم که تا امروز حضور دارد. مشغول هستید. بله. 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 شما صاحب فرزندانی زیاد هستید. صاحب نبیره نیست هستید. خدا داشت. چیگونه باید باشد نقش پدر در اویله؟ مثلا بعضی ها هر گونه شخص هر گونه فکر دارد که باید که پدر حتما بسیار جدی باشد. بعضی ها میگن نه، باید که پدر همیخیل باشد که همون فرزند درد دلش رو گفته تواند. چگونه باید باشد؟ من میخواستم از شما فهمم که مثلا این راستی نگاه کو جمشید جان، من گاه ها میبینم در کنار من رفیقام پدرای هستند که بسیار سخت میگیرن با فرزنداشون. مثلا اونا حقی قطعشان شوخی کردن ندارن یا حدی نزدیک شدن ندارن. بله. خیلی مناسبتشون یعنی فاصله داره از هم. بله. دیگر من راستی در آیلمون هم همی خیلی چیز نبود و من خوشدار این نیستم. من مثلا قطعی فرزندم خیلی رفیق هستم، از اون که استاد، رفیق، آدمایی که مثلا در کودکیشون بسیار اذیت دیدگیان از نگاه های و از همون سیاست های پدرشون، البته تاثیر میرسونه در آینده. بله،
اونا بعد فرزنداشون سبوکتر میگیرن. بله. بعد یک نسل میگذره، اونایی که سبوک گرفتن و میشمارن که پدرشون خیلی مهربان بود با آنها و آنها به جایی نرسیدن، اینا با فرزنداشون برعکس میکنن. برای این تکرار میشه گاه گاهی. من خیال میکنم که همه مناسبتی که من حالا وقت فرزندام دارم خیلی خوب است. من دوست راضی هستم. بله، من راضیم. و نتیجهش رو نیز دیدی؟ خب ها بله، در هر صورت خیلی فرزندای با انصاف و خب مثل همون اصطلاح مردم پدر دارن دیگهش حالا خدا نگه داره. سلامت باشن. خب دوستان عزیز، با صحبت گرم و صمیمی ما پیاز هم اندازیم و بله. قربانی صابر پیاز رو ننداخت و فکر میکنم خوب نیست کرده است، زیرا کمکک وقت داریم. بله کمکک بریون میشود و چکار میکنیم. خب برای چی مثلا هم گوشت هم جگر نتوانید گفته پیدا خب. هستن تماشا دارن. آها. بسیار بعضی بیننده های نقطه بین و نقطه سنجی ما که برای چی اکنون گوشت و باز جگر نمیشد که هم جگر خب فقط جگر میشد و خلاص این گوشت میشد. چرا یکی از نیمی نامی همین خوراک کباب است. برای همین فهم نیمی نام 50% نام کشوده شد. بله 50% کشوده شد، نام کشوده شد. خب چی شما رو بیشتر به خشم میارد در زندگی؟ فرق ندارد اون در مثلا کاری پروفسیونالی شما باشد، در زندگی روزمره شما باشد، فرق ندارد. چی چیز مثلا شما رو ناراحت میکند، خوش ندارید همین چیز رو؟ بسیار وقت مرا به خشم میاره همون چیز که خیر، یعنی به خصوص هموطنای ما، برادرای عزیز ما که مثلا در وقتش یا همین شب و روز خیر کتاب نخواندند، یعنی بیخبرند و بعضی مسئله های خیلی نازک شهر میتین و آدم خیلی غشش میاید. بعد از اون که تقریبا 7-8 دقیقه بیریون شد گوشت و میگذاریم با چیز ایلاوه کردنی پیاز. سلامت باشند. خب چون من این در پروسسی اومده کردن خوراک هستی من کمک میرسونم. من میخواستم از شما بفهمم که سه خوراکی دوست داشته اکه قربان. من همین سوال بیا که یگون ذره دروغ نگم. خب همه خوراکی که با لذت است من دوست میدارم، همه خوراکی که با لذت است. اما مثلا بگیم که آش من دوست میدارم، اما یک کسی آش میپزه که من دوستش نمیدارم. نفری که آش میپزه هم نفر را شما دوست دارم؟ نه این خیلی گفتنی نبودم، یعنی هست آشی که میخوری لذت نداره. یک کسی پخته است که نتانسته است پخته، اون آش من دوست نمیدارم. اما همه اونهایی که آش درست میپزن و خیلی خوشمزه میکنن من اون آش دوست میدارم. یعنی آش؟ بله آش. نمیدونم خب این کبابی که حالا نامش نگفتیم، یک نگفتیم و بویش بسیار لذیذ است دوستان عزیز، اشتیاور. من باوری کامل دارم که خیلی خوب میبروید. خیلی این کباب پرانیس نامش باز. خب دیگه خوراک هایی که دوست میداریم خیلی زیاد است. مثلا خام شوربا، وقتی که خام شوربای خانگی و وقتی خانواده من میپزن خیلی خوشمزه میپزن، برای خیلی دوستش میدارم. و و و دوست میدارم. من زمانی که من کودک بودم اکای کلانی مکای مامرجب گاه از کار میامد و بعد در خانه جرغات یا چکه کمکک مثلا یک پامیدور و یک کمکک بادرینگ ریزه میکرد و کمکک چند دانه نان میپرتفت و من حواس میکردم که منم کمکک خودم میدوده باشه و گاه گاه میگفت من و من همون میخوردم خب بمزه بود و گاه گاه مثلا دل آدم میخواد که از این چیزها هم تناول کنی. درست است. خب یعنی که هر چی که لذت دارد لذیذ است، بمزه است. بله دوست میداره. ببین در مجموع گفتن مگر من حق نیستم که مثلا ما میریم یک جایی میگیم که فرض کردیم شاشلیک میخوریم، اما میریم همون روز میگیم خیلی سخت است، خیلی بیمزه است، خیلی خوب. یعنی این وابسته است که کی تباه است.
بله. کی دستش میرسه، چقدر مهارت داره، چقدر مهارت داره. بله. بله. اما آدمی که مهارت داره آش هم احتمال خوب میپزه، ششتیک هم خوب میپزه، گوشت بیران هم خوب میپزه، کباب هم خوب میپزه و خام شوربار هم خوب میپزه. و من اخلاص دارم به آدمی پزنده از آن که به خوراک، خوراک میتونه که بیمزه باشه، میتونه خب این تباهی است، این آدمی است، میتونه نمک بسیار ریخته باشه باید. یا تیزی را زیاد کرده باشه یا بی نمک باشه، بی تیزی باشه، اینا رو نمیتونه دوست بداری بگوی. درست است، درست است. خب خودتون رو مثلا اگر چی میگن مونان کنید، شباهت دهید، مثلا قربونی صبیر، من نمیدونم آتش است، آب است، من نمیدونم طوفان است، با چی خودتون رو میتونید از جهت خاراکتر مثلا عادت خب خصلت مونان کنید؟ خیلی خیلی دشوار است اینا گفتن. چرا اگر حال آمد نادرست بگم خیلی هوای دهن میشه؟ نه، شما امکانی فکر کردن دارید مثلا هر یک نفر خودش رو میدوند مثلا چگونه است؟ بیا دیگه زیاد اندیشه نکنم. من میگم خیلی خیلی شباهت دارم به آب، یعنی بله از این نگاه که وقتی که زمانای پیش میانی همکورسامون هم اگر یکان جنجال و یکان نفهمی میشی، من میگفتم که خب من آب صاف کنکم، بیا همین کارا درستش کنیم. از همین نگاه من میگم که آب صاف کنک، آب صاف کنک خود داخل آب میشه. بله. میدونی چی هست؟ بله بله. در چشمه ها یک مگس برین، یک چیزی هست که وقتی که بالای آب میشینه و حرکت میکنه آب صاف میشه. و یعنی نمیدونم کلان های ما میگفتن که وقتی که این شیش، یعنی آب حلال است، تازه است و پاکیزه است. یعنی به کدوم مثلا من آب صاف کنک؟ خب یعنی آب صاف کنک به آن که مثال دیگه میانی بچه ها اگر یک مناقشه افتاده باشه باید اونا صاف کرد، یعنی باید صاف کنیم. هم سیمفونی قربون صبیر میبینید آب صاف کنک بود، قربون آب صاف کنک نه، بلکه هم سیمفون که چندان نه، اما هم کورسام اینا میدونن. یعنی شما از اول آروم بودید؟ من نمیگم که ماجرا رو دوست نمیداشتید، ولی اگر شروع میکردید عاقبتش به خیر، چون این بود؟ بله بله. گپ در سر آن که هیچ وقت مثلا من یاد ندارم که فرض کردیم یکان جنجال را اول من آغاز کنم. خب آغاز میشه اما بعد من به اوج میرسانم، یا مینوسه یا پلوسه به اوج میرسانم. چرا دیگه امکان نداره. درست است. بله. گاه ها مثلا حق باید گفت، گاه ها باید حق کار کرد. شما گفتید که اونقدر خب پخته میتوانید، پخته میتوانید، لیکن وقتی زیاد ندارید. و من چون تجربه دارم، مهمونانی زیاد میویند اینجا، از طرزی مایده کردن یعنی همین خب سبزوات ها میبینم که شما تجربه خیلی خوب دارید. خب من همین لحظه ای که تو همین حرف را زدی، من فکر میکنم که اون رفیقای من، دوستای من که تماشا میکنم در روحاشون تبسم جلوه دارد. سلامت باشن. خب من سوال های کوتاه میدیم. خب شاید انتخاب است اینجا، من دو چیز رو پیشنهاد میکنم، شما انتخاب میکنید یکی اش رو. خب آماده هستید؟ آماده هم. سیاه یا سفید؟ سفید. شب یا روز؟ روز. پول یا سلامتی؟ سلامتی. سلامتی خود یا نزدیکان؟ همچون پدر وقتی که گپ میزنه، همچون آدمی اولی خانه. این فرق داره. اگر آدم 20 ساله باشه جوابش دیگه میشه، اما آدمی که سن سالش پاش باید جای رسیده است که خیلی بیا دارن، باید بگه که سلامتی خانواده، سلامتی بچه ها، سلامتی شاگرد ها، یعنی در دیگران. این پیشنهاد شما هر داشتون انتخاب میکنید و چونی نیست هست.
بله بله اینم بله بله بگذار مثلا ناامید نشیم و اگر و همه و دل آدم اگر یک کسی ناامید از نزدیکان خیلی نزدیک به تو من خودت ناامید با تو ناامید تو میتونی قربانی باشی اما دیگر را برهن همین بگذار دیگر را زندگی کنن درست همش رو مواندخت مسئولات رو و موند از چی؟ کارتوشکا کارتوشکا بفرمایید من با شما کمک میکنم خب مرحمت آفرین خیر کارتوشکا رو مو ایلوه میکنیم دوستان عزیز و فقط میموند چیز نمک نمک خوکه های خوشبوی کننده بله یک چیزی دیگر چی است؟ نمک سبزیجاتی که بعد باز من از شما اول پرسیدم شما گفتید آها ما حتما حالا یک بار کاویم خب. بعد آب میندازیم بله آب بعدن آب لیکن بله. اونقدر زیاد نه بله یک پیاله اگر که باشه هست یک پیاله خوب گفتیم که شما رو چی بخش میارد نراحت میکنه لکه شما گفتید ما بله. جواب گرفتیم خب چی شما رو مثلا روحت میبخشد یعنی روی شما رو بولیده میگرداند شاید نونقدر چیزی خب مثلا جدی باشد زیاد باشد کلام باشد نه نه خب طبیعت آدمی همین است که بله. یک چیزه که اون رو روح بلند میسازد خوشحال میسازد خرسند میسازد چی چیز است این چیز همه زمان میدونی موفقیت اول مثلا موفقیت اندک در خانواده خیلی خوشحال میسازد یعنی وقتی که کودکی تو اولین حرف میزنه اولین قدمه خوشحالت میسازه نبیرد اولین حرف میزنه خوشحالت میسازه بعد میبینی از این بالاتر میریم میبینی که همسایت خانه خوب ساخت خوشحال میشی کوچه حولی درست شد خوشحال میشی و بعد شهر وقتی زیبا میشه خوشحال میشی و بعد من میگم که وقتی که تلویزیون میمونی ناخواست بچه های ما چمپیون میشن با خدا کودک بر این شادی میکنم مثلا یک ورزشگران نه فرض کردیم بچه های ما جایزه خوب میگیرن در فیلمسازی بله بله میدال صاحب میدال میشن بچه ها فستیوال ها بله. سیمپوزیوم ها اشتراک میکنن وقتی که اونا موفق میشن صداشون از اون طرف دنیا وقتی که تا به گوشت میرسه ناخست میبینی تو را افتخار فرا میگیره بخصوص مثلا ما بارها بود خب دیگه میدونیم اینترنت هست تگی دستامون میبینی که یک بچه تاجیک یک هموطنی ما یک دادری ما فرزندی ما مثلا یک پولدانه که کسی را یافت است و ماها نگاه داشته و برگردانده است دهنی همه باز است از این عملی وای خیلی خوشحال نمیشی یعنی که در اگون حالتی ناگوار سختار بله با بچه ها کودک ها را نجات بله نجات داده بله بله این خبرها را آدم میفهمه خیلی خوشحال میشه یعنی عاقبت با یک کلمه کوتاه میتونیم بگیم از موفقیت دیگرها در کنار من خیلی خوشحال میشه خب اون وقتی که میمونی ما گفتن که باید که همین قدر دقیقه یا وقت جوشد بیریون شوند یک جا علاقه شد و وقتی اون رسید است که چکار میکنیم خوکه های خوشبوی کنند بله، نمک بله، بله. اول نمک رو بله مرحمت چقدر گید من ایلوه میکنم شما کو کمککی دیگر زیر ما کمکک گرم میاندازیم درست آفری خب بگذار خب مرچ داری؟ مرچ هست مرچ. در اینجا مرچ نسبتاً کمتر ها بله بله که یه خیلی ها میتونن مقل نشه بله. نیست موفقی تب و زوغ نینده بله. عزیز خب بعدن زیره حتما خب زیره خب بعضی ها بسیار میده میکنن بعضی ها اونقدر بله. بعدن این از انمون هفت نوعی گیاه خوشبوی بهترین شاید کمکک بله ها دست در نکنه سلامت باشن من گفتم برای شما همه وقت ما کمک میکنیم زیرا
خوراک خیلی خوراک شما هستید و موافقی انا من گفتگو شما مو عمل خواهیم کرد. آب شما فقط بگید که چقدر یک پیاله اگر امکان داشته باشه بیایید. بسم الله. ما تقریبا نیم پیاله شد. آها یک پیاله نشود. آفرین. سلامت باشید. من که دم میپرتویم. خب دوستان عزیز همه اون مسئولاتی که بود خب پور را ما انداختیم. دوستان خیلی عالی. یکی از انمون شعرهایی که بدیلش ما نزدیک است خب قرائت میکردید با بیننده های عزیز شبکه سفینه دوستداران برنامه لذیذ با جمشید و اساسش این که مخلصان و شبمندان قربانی صابر. تشکر. گفت دانایی که گرگ خیره سر مست و پنهان در نهاد هر بشر، لاجرم جاری است پیکار سترگ، روز و شب ما بین این انسان و گرگ. هر که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند. هر که گرگش را در اندازد به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. روز پیری گرچه باشی همچو شیر، ناتوانی در مسافی گرگ پیر. مردمان گر یکدیگر را می درند، گرگ هاشان رهنما و رهبرند. آن ستمگاران که با هم محرمند، گرگ هاشان آشنایانی همند. گرگ ها همراه و انسان ها غریب، با کی باید گفت این حالی عجیب. سلامت باشید. من نمیدونم شما رو بیننده عزیز خب چنان قرائت میکنه شما که علاقه شخص انامین در انامون ماینه سر خود انامون سیوژت رو علاقه میبافد و دیده استوده است همین چیز رو. جمشید جان واقعا هم میگم سلامت باشه. تو میدونی که من روشگم یعنی سخت آماده این برنامه بودم، اما هیچگاه در ذهنم نمیرسید که شعر قرائت میشد. اگر نه چیزی که غیر چشم داشت میبارد بس تاثیرش بلندتر است. بالاخره رسید فرصتی که دیر باز من مهمونی ما قربانی صابر و شما انتظار بودید. اینم باشد تو را پخته رسید خوراکی ما. چیکار میکنیم؟ بازش میکنیم پیش از آنی که نامش رو میگیم. چی فکر داری؟ اول دهانی دیگه باز کنیم و بعد نامش رو بگیم یا که همین خیر اول بگیم؟ هر چی که شما میخواین مهمونی ما هستید. خب یعنی نباشد دهانی دیگی کباب مخصوصی یوانی را باز میکنیم. سلامت باشن انا دستانی عزیز. کبابی مخصوصی یوانی بهترین دوستان نامش رو علاقه شما فهمیدید چیگونه است؟ خیلی خوشمزه است. اکنون نمیدونم که خوردند چی باشه. خوشبوی است و مزه نیز خوب است. دوستان وقت رو زیاد نمیگیریم. من میدونم که شما به صبرانه انتظارید و میکشیم میگیریم با لالی اینجا میگذاریم. مرحمت راحت باشید. دوستان عزیز علاقه بلالی گرفتیم و بعد از یک تنفس خیلی کوتاه برمیگردیم و میچشیم با امروی میمونی بسیار عالی قدرمون قربانی صابر. مرام را باشید.
آماده از خوراک، نام دارد کبابی مخصوصی یابانی و میچشیم. مرحمت، بایشته باشید. اول شما. اول شما، اول شما. بایشته شما، بعدی شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول میچشیم از کارتوشکاش آغاز کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. آخه، من ایرا میگن کبابی مخصوصی یابانی. مزهش. خوش میکنم از جیگرش بینید. یک بار چشید. جیگر. دوستان به یکون تعریف و توصیف علاقه یکون رستوران در کار نیم. نه یکون تراپونه روزیم نیست. نه بعد از این اکنون زیاد میشوند انا فرمایشی دوستویتون از همون خوراکی که کبابی مخصوصی بله بله چگونه است؟ عالی به خدا خیلی خوشمزه به خدا اینقدر با مزه است نمک و همه چیزش با اجازت شما بیننده عزیز با اجازت شما مؤلف خوراک مهمونی ما واقعا هم دوستان عزیز من به یگان تعریف و توصیف میگویم بسیار طبیعی دل است در همین فصل اومد اومدی سرما این بسیار چی است؟ بله همون چیزی در همون چیزی هست که باید باشه در کاری در کاری ترین چیزی که میتونه باشه قدر همشون بزرگ کلان قولی انا قولی دوستان و من فهمیدم که کمکک هم گوشت و هم جگر رو کلون کلون ریزه کردم ولی به هر حال بله من از شما در هر صورت بمزه شده اکوی قربان لبه جهانی سپاس برای تشریفتون جهانی سپاس برای اشتراکتون در برنامه لذیذ با جمشید جهانی سپاس برای اومده کردن این خوراکی به یکون محبت لذیذ من باری کامل دارم که بیننده ها علاقه زود میگن تمام اومده میکنیم این خوراک رو و با جمع دوستان نزدیکان فرزندان چکار میکنیم؟ استعمال میکنیم بله بسیار خوراکی بالا زد بار دیگر شما اثبات کردید که شخصی لیاقتمند در همه سمت و سوها لیاقتمند است لیاقتمند همه زمان لیاقتمند سلامت باشید در آخر چی گفتنی هستید برای بیننده و شبکه سفینه مرحمت خب دوستان عزیز در حضور جمشید در برنامه لذیذ میخوام یعنی در طول صحبت اگر ما را گوش کرده باشین گفتیم که مهم نیست که فلان غذا را فلان اوقات پزیم مهم که دوست داشته باشیم بله. مهم که دوست داشته پزیم و من با آرزوی آن که در خانواده هاتون یک چیزی خیلی سبوک و ارزان و سری دستی را آماده میکنین با هم در کنار هم میشینین و تناول میکنین و همدیگر را با بیشتر دوست میدارین با آرزوی آن که شما همتون و ما هممون همدیگر دوست بداریم در کنار هم باشیم دست به دست هم بگیریم وطن آباد کنیم با همین آرزو درود بر شما خانه هاتون پوری گندم سلامت باشید سلامت باشید و در نوبت خود ما به شما پیش از همه سلامتی برنوام موفقیت های پای در پای در انمون کار و فعالیتتون تشکر و ما باوری کامل داریم که باز در فیلم های جدید با نقش های بسیار هم خوب زور ما قربانی صابر رو باز میبینیم و از مهارت و ملکه این نفر راحت میکنیم حلاوت میبریم تشکر باری دیگر خوش اومده تشکر سلامت باشید بینندگان گرامی اینجا باشد برنامه نوبتی لذیذ با جمشید با آخر میرسد همیشه خوراک های لذیذ رو آماده سازید استعمال کنید و موافقی میارش تا دیداری نوبتی سلامت و پیروز باشید همش خوب میشود دوستان خیر